Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Masilin Aziz wa Karumi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umidwar astam ke hamayetun sahat wa afiyat kamil dashta wa az gazand rozgar dar aman bashid. Mazmuni Pediatrics for Curative Medicine, Session 4, ya dars 4 ma shoma hast dar rabata ba malnutrition ya soy taghziya ke tawassut Dr. Mohibullah Salih, mutakhassis dakhli atfal wa nawzadan ba shoma iraya mishva. خب به موضوعات را که در درس امروزی ما شما انشاءالله مرور خواهد کردیم عناوینش تعریف سوء تغذیه و سوء تغذیه حاد و شدید واقعاتش هاوتکم یا به اصطلاح پیامدهای سوء تغذیه اسبابش سوء تغذیه چگونه تصنیف میشه تظاهرات کلینیکیش چگونه هست و تفاوت بین دو شکل کلینیکی مرض مس و کواشیورکور اختلاطات سم یا سویر اکیوت مالنوتریشن یا سوء تغذیه حاد و شدید چی هست ارزیابی مریضان مصاب به سوء تغذیه است که شامل تاریخچه مریض، معاینات فیزیکی و معاینات لابراتواری هست و منیجمنت مریضای سویر اکیوت مالنوتریشن یا سوء تغذیه حاد و شدید است که شامل سه استیج یا سه مرحله است. ارزیابی اولیه مرحله بسلاب باز توانایی یا توانیابی دوباره هست و مرحله تعقیبش است که در سلایت اخیر انشاءالله مطالعش خواهد کردیم. اهداف درس امروزی ما چی هست؟ مهمترین نکات که در درس امروزی شما باید حتمی و ضروری یاد داشته باشین این هست که شما باید تثبیت بکنین که آیا طفلکی که پیش روی ما وجود داره سوء تغذیه داره یا نداره و این زمان میشه که شما تعریف دقیق سوء تغذیه و علائم مشخص از اونها را فهمیده باشین. What are the most common signs and symptoms of severe acute malnutrition؟ معمول ترین اعراض و علائمی که توسط از اون ما severe acute malnutrition را شناسایی میکنیم توسط از اونها کدام ها هستن؟ What are the admission criteria for SAM؟ معیاراتی که توسط از او ما و شما یک طفلک را به شفاخانه روان میکنیم یا بسترش میکنیم چی هست؟ کدام نکات در طفل وجود داشته باشد یک طفلک مصاب سوء تغذیه که ما او را به اصطلاح لازم بدانیم که او باید شفاخانه بستر شود؟ اختلاطات چیست و بالاخره چیگونه ما سوء تغذیه را منیج میکنیم به صورت کلی؟ خب در مبحث سوء تغذیه دو تصویر به صورت جداگانه در سلاید شماره 4 آورده شده که در تصویر سمت چپ ما یک طفلک رو میبینیم که ظاهرا پوست استخوان هست سویر ویزیبل وستینگ یا ذوب شدید عضلی قابل دید داره و در طرف مقابل یک طفلک رو میبینیم که ظاهرا بسیار شوگر بی بی یک طفلک بسیار چاق و فربه معلوم میشه در حالی که سوء تغذیه داره و تشخیص تفتیقی هزه یکی از اینها رو انشاءالله ما در مبحث مربوطهش میخوانیم. سلاید شماره 5 definitions یا تعریف malnutrition's. کلمه malnutrition's یک حالت پاتولوژیکی است که در نتیجه فقدان نسبی یا تام یک یا چند ماده مغذی مثلا به وجود می آید. البته فراموش ما نشه که اصطلاح malnutrition با undernutrition و overnutrition یعنی هم به اطفال که مثلا وزن و ظاهرشان بسیار کوچک میمونه و هم به اطفال که فربه و چاق و اضافه‌وان است به هر دویش اطلاق میشه. اما وقتی ما کلمه مالنوتریشن به کار میبریم اکثرا منظور ما اندر نوتریشن است. سوء تغذیه یک حالت پاتولوژیک است که در نتیجه نبودن یا در نتیجه کمبود یک یا چند ماده مغذی به صورت نسبی یا به صورت تام به وجود می آید و این نبود میتونه که در نتیجه عدم مصرف مواد مذکور مثلا کربوهیدرات پروتئین یا شحمیا عدم جذب مواد مذکور در نتیجه انومالی های ولادی اختلالات متابولیک کمبود انزایم ها در جهاز هضم و یا اکسسیو لاس اف نوتریئنتس افزایش زیای مواد مغذی یا مواد اساسی مو کربوهیدرات ها یا پروتئین ها و شحمیات در نتیجه اینمی سه حالت سوء تغذیه میتونه که به وجود بیاید. به صورت مشخص در سوء تغذیه انتان مثل شمشیر دولبه عمل میکنه. انتان خودش میتونه باعث سوء تغذیه شود مثلا در موقعات توبرکلوزیس، میزلز، اسالات و غیره و یا انتانات اگر در یک طفلک مصاب سوء تغذیه به وجود بیاید میتونه سیری بسیار شدید و حتی کشنده داشته باشه. ما از نظر اسباب مثلا امیدیت یا از نظر اسباب فوری سوء تغذیه پرایمری و سکندری داریم از نظر ایتیولوژیش البته یکی پرایمری مالنوتریشن است و یکی سکندری مالنوتریشن. پرایمری مالنوتریشن زمانی به وجود میاد که دسترسی به مواد غذایی کم باشه یعنی در نتیجه فقدان اولیه مواد غذایی ایجاد میشه در حالی که سکندری مالنوتریشن یا سوء تغذیه ثانوی زمانی به وجود میاد که مواد غذایی وجود داره اما به نسبت یک یا چند دلیل بدن طفل او را استفاده کرده نمیتونه که در شماره 1 2 3
به او اشاره کردیم. خب وقت تعریف سوی تغذیه را به صورت کلی فهمیدیم، حالا تعریف سوی تغذیه حاد و شدید یا سم سیویر اکیوت مالنوتریشن هم باید بفهمیم، چون مبحثی که شما در کتاب‌های به اصطلاح تیبی می‌خونید تمرکزش روی سیویر اکیوت مالنوتریشن یا سوی تغذیه حاد و شدید است که این اطفال اکثرا در شفاخانه‌ها بستر میشه. مطابق با سازمان صحی جهان یا WHO و همچنین یونیسف، معیاراتی که به خاطر سوی تغذیه حاد و شدید در یک طفلک 6 ماه تا 5 سال یا 6 ماه تا 59 ماه به اصطلاح توصیه شده قرار زایل است که این ادمیشن کرایتریا یا معیارات داخل بستر شدن طفل را نیز تشکیل می‌دهد. معیار اول، هرگاه وزن یک طفل نظر به قدش از 3 انحراف استاندارد یا SD score پایین باشه در چارت‌های استاندارد WHO، این یک معیار است. یعنی ما طفلک را در کلینیک روان میکنیم به داخل نرسینگ و نرس مربوطه طفلک را وزن و قدش تعیین میکنه و بعد از او در چارت‌های بسیار حساس و استاندارد که توسط سازمان صحی جهان به اصطلاح تهیه کردیده در داخل از اونها وزن طفل و قدش مقایسه میکنه و وقتی مقایسه کرد یا نرمال هست یا از انحراف استاندارد به طرف بالا پازیتیف میره یا به طرف نگیتیف میره. هرگاه 3 انحراف استاندارد پایین آمد از به اصطلاح معیار مطلوب، در اون صورت این طفلک سیویر اکیوت مالنوتریشن داره و یک اندیکیشن کرایتریایش تشکیل میده. دوم، سیویر ویزیبل وستینگ، مثل که در تصویر قبلی دیدیم طفلک پوست استخوان باشه یا ذوب عضلی شدید داشته باشه، خصوصا در جاهایی که بلک یا کتله عضلی زیاد متبارز است مثل بازوها، در نواحی بتک یا سورینها، در نواحی ران و در ساق پا طفلک ویزیبل وستینگ یا ذوب عضلی شدید می داشته باشه. پرسنس اف بایلترال پدل ادیما، دو طرفه قسمت دورسال سپیدس یا پشت پای طفل شما همزمان فشار میتین اگر از سر انگشت در هر دو طرف باقی ماند، این هم یک معیار است. و بالاخره مید اپر آرم سرکنفرنسیس یا موک، در یک طفلکی که سن 6 ماه تا 5 سال باشه محیط قسمت متوسط بازویش فرق نمیکنه که از 6 ماه تا 5 سال در کدام کاتگوری باشه، بدون از اینکه به اصطلاح ما دقیق بفهمیم که چند ماه است یا چند سال است، فقط کافی است بین 6 ماه تا 5 سال باشه شما محیط بازویش اندازه‌گیری بکنین. اگر از 11.5 سانتی متر محیط قسمت متوسط بازویش کمتر باشه، این هم معیار سیویر اکیوت مالنوتریشن است. اگر یکی از این معیارها و یا چندین تاش وجود داشته باشد، طفل سوء تغذیه حاد و شدید داره، در معرض خطر است و باید در شفاخانه بستر شود. خب من انحراف استاندارد به شما یادآوری کردم. شما دیجا در سلاید شماره 7 یک چارت WHO را میبینیم که در ستون به اصطلاح وای از او ویت یا وزن طفل به کیلو و در ستون اکس لنث یا طول طفل به سانتی متر آمده. شما اولا طفل وزن میکنین و بعد از او قدش را تعیین میکنین. در هر جایی که وزن و قد همدیگر را تقاطع کرد، اونمون نقطه تقاطع در انحراف استاندارد سنجیده میشه که مطلوبی از این تغییر بین به حرف صفر تطابق میکنه. جایی که حرف صفر در خطی که حرف صفر وجود داره، لاین به اصطلاح آبی، اونمون لاین آبی که رنگ آبی داره، اونمون به اصطلاح معیار یا اندازه مطلوب است که باید طفل در بین از او قرار بگیره. اگر به طرف بالا بره، درست است طفل باز در او صورت نظر به نرمال وزنش نظر به قدش زیاد گفته میشه. اگر بر طرف پایین آمده بره، مثلا به منفی 1 بیایه، به منفی 2 بیایه، یا به طرف منفی 3 یا پایین تر از منفی 3 باشه، در اون صورت طفلک وزنش نظر به قدش بسیار زیاد پایین هست و در منفی 3 یا پایین تر از اون ما طفلک را در شفاخانه بستر میکنیم. خب وقایع یا اینسیدنس سیویر اکیوت مالنوتریشن به چه اندازه هست؟ بدبختانه سالانه بیشتر از 10 میلیون طفل از خاطر سوی تغذیه و اختلالات سوی تغذیه تلف میشه و دلایل از این که این اطفال تلف میشه به خاطر اسهال، سینه بغل، میزال اختلالاتی و ملاریا ها بوده. یعنی اکثریت واقعات مرگ و میر در مریضای مصاب سوی تغذیه انتانات و اختلالات از اونها تشکیل میده. احصایی که در سال 2018 صورت گرفته، 149 میلیون طفل زیر 5 سال استنتینگ بوده، یعنی قدشان نظر به عمرشان بسیار کوتاه باقی مانده که دلیل به عدم رشد قد اطفال میکنه و همچنان 49 میلیون طفل دیده شده که وستینگ داشته
49 میلیون طفله که سنشان زیر 5 سال بوده، البته زیر 5 سال و 6 ماه هم در بر میگیره. 49 میلیون این اطفال ویستنگ داشته که تعریف ویستنگ را پسان انشاءالله در جای مربوطه براتون یادآوری میکنم. خب در ویستنگ سوی تغذیه حاد و مزمن هر دویش شامل میشه و 45% تمام وفیات اطفال اگر شما کتگوری بکنین در کل دنیا اطفال که میمیرد تنها 45%ش از خاطر سوی تغذیه بوده که واقعا اختلالات خیلی به اصطلاح مرگومی خیلی بالا را تشکیل میده. آوتکم یا سکویلا، پیامدهای سوی تغذیه چی هست؟ اگر یک طفل از سوی تغذیه جان سالم به در ببره، این اطفال شارتر ادلت هایت می داشته باشه، یعنی در دوره بلوغ یا در دوره کهولت قدشون نظر به اطفال همسنسانشان نرمال بوده با کوتاه میآید. لس کولینگ، درجه یا سطح تحصیلشان با اصطلاح پایین هست. Reduced economic productivity، تضایع سطح اقتصادیش یا درآمد اقتصادیش هم متضرر میشه. Lower of offspring birth weight for example for women، یعنی اگر این طفلک مصاب سوی تغذیه یک دخترک باشه و این دختر به مرحله بلوغ برسه، در دوره بلوغ هم اطفال را متولد میسازه که وزن زمان تولدشان بسیار پایین خواهد باشه. Low birth weight and undernutrition in childhood are risk factors for diabetes, hypertension and dyslipidemia. سلاید شماره 9 یادآوری کرده طفلی که کم وزن و مصاب سوی تغذیه میشه در دوره طفولیت خود، اینمی سوی تغذیه و کم وزن بودن خودش باز یک فاکتور خطر به خاطر انکشاف یا ظاهر شدن شکر، هایپرتنشن و دیسلیپیدمیا در دوران بعد از بلوغ و در دوران کهولت میشه. سبب سوی تغذیه چی هست؟ چون اطفال سوی تغذیه میشه، مثل که قبلا براتون یادآوری کردم، سوی تغذیه یا پرایمری هست یا سکندری است. یا غذا، دسترسی به غذا کم وجود داره، غذا وجود نداره، یا غذا وجود نداره، هضم و جذب نمیشه. پس در صورتی که کمبود غذا باشه، کدام فاکتورها در اینجا دخیل است؟ یکی فیلیر اف لاکتیشن است. مادر اگر حمله های پی در پی داشته باشه یا مریضی های حاد و مزمن داشته باشه که خودش خود را تغذیه درست کرده نتونه، این یک دلیلش است. مادر سوی تغذیه، مادری که مثلا غذای کافی دریافت نمیکنه، اطفالش مصاب سوی تغذیه میشه. Ignorance of weaning، غفلت، ناگاهی یا بیخبری از شروع به اصطلاح غذای متمم به طفل. ما شما میفهمیم که بعد از سن 6 ماهگی باید به طفل همزمان با شیر مادر غذاهای مایع و بعد از اون نیمه جامد و بالاخره جامد شروع شود و غذاهای شروع شود که ارزش نوتریشنال یا تغذیوی داشته باشه. اگر یک کسی در رابطه به وینینگ آگاهی کافی نداشته باشه، ممکن تا 2 سال به طفل خود اصلا شیردهی را همراه شیردهی غذای متمم را شروع نکنه. Poverty یا فقر است که یک دلیل بسیار اساسی و کلی هست. فقر میتونه که سبب عدم خریداری غذاهای مغذی، نبود یا نداشتن خانه ها، خانه داشتن یا آشیانه، عدم دسترسی به آب صحی کافی که خودش آب منتن، سبب اسهالات و اسهالات میتونه که در کوتاه مدت یا در دراز مدت طفل به طرف دیهایدریشن و سوی تغذیه پیش ببره و پایین بودن سطح حفظ صحت. تمام از اینها با فقر ارتباط داره. الگوهای کلتوری هست. در یک تعداد جاها به اطفال غذای شیرین زیادتر توصیه میکنه، در حالی که ما شما میفهمیم که کل مواد مغذی در شیرنی باب وجود نداره و در بعض جاها مثلا غذاها را دو تقسیم میکنه به نام غذاهای که ماهیت گرم و سرد داره. اینمی فاکتورها تمام از اینها و در بعض جاها به طفل چای شیرین نظر به غذاهایی که مثلا پروتئین، شحم یا کربوهیدرات داشته باشه بیشترتر به طفل توصیه میشه. این به اصطلاح رواجها و عنعنات کلتوری نیز روی رشد طفل و بالاخره روی سوی تغذیه طفل اثر گذار هست. Lack of immunization and primary care، اگر یک طفل دفعتا مریض شود، مثلا مصاب سیب نوغل شوه، acute respiratory infection یا ARI پیدا بکنه، ایسال شوه، یا سرفه مزمن متداوم داشته باشه، مصاب توبرکلوزیس باشه، یا هر انتانی که به صورت متکرر اتفاق بیافته، دلیلش میتونه که عدم دسترسی به اهتمامات یا مراقبت های اولیه، یعنی طفل به صورت حاد یا دفتن مثلا معالجه نمیشه، کوانتان باز متکرر و اختلاطی میشه و یا انتانات به صورت متکرر اتفاق میفته و دلیلش عدم تطبیق ایمیونایزیشن است. اینها هم فاکتور اساسی را تشکیل میده. Lack of family planning، اگر در یک خانواده مادر هر سال، یعنی سال 2 مرتبه مثلا زایش داشته باشه، یک طفل در شروع سال، یک طفل در آخر سال مثلا به دنیا بیاره، بالاخره این موضوع سبب ازی میشه که مادر اطفال لابرت میت و بالاخره اطفالی که مصاب سوی تغذیه باشه به دنیا تقدیم میکنه.
دوم اسباب سکندری مالنوتریشن است که در این صورت غذا مشکل ندارد. غذا وجود داره اما غذا به نحو استفاده و جذب شده نمیتونه. مثلا از خاطر انتانات. هر طفلکی که انتانات متکرر حاد، مزمن و به اصطلاح راجعه گاسترو انتستینال ریسپیریتوری تراک و یورین دیستراک داشته باشد. آفات پارازیتی، آنتانات پارازیتی، خصوصا جاردیا، کرمهای مایی و ملاریا. میزلز و ووپینگ کف، گردوش اگر اختلاطی شود، خصوصا میزل اگر اختلاطی شود، سبب سینه و غل و اسهالات طفل و ووپینگ کف یا سیاسلفک خودش یک مرض مزمن است، اکثرا بعد از 4 یا 6 هفته دوام میکنه گویی در این مدت 4 تا 6 هفته میتونه طفل به طرف سوی تغذیه بکشانه. و پرایمری توبرکولوسیس، توبرکولوزی ابتدایی. ممکن است عدم جذبش یا عدم استفاده درست مواد غذایی انومالی های ولادی باشه. مثلا یک طفل امراض ولادی قلب داره، خب شاید شما سوال کنین که امراض ولادی قلب با سوی تغذیه چه ارتباط داره. یک طفل که تترالوژی فلور داشته باشه، یک ویزدی بزرگ داشته باشه، اونها ضربان قلبش، ریت قلبش و سیستم تنفسیش خیلی بالا هست، دوست نداره که غذا کافی بگیره. وقتی ریزی که لقمه های غذایی و غذا خوردن دیگه هم وضعیت قلبی و تنفسی طفل به اصطلاح تشدید میسازه و از این خاطر طفل از غذا خوردن ایبا میورزه. ممکن است کانجنیتال لنگ دیزیز باشه، ابستراکتیو یوروپاتی ها باشه، هایدروسیفالوس باشه. تمامی از اینها به نحوه یا به خاطر بستر شدن طفل یا به خاطر فشار بالای قلب یا هم به خاطر انتان که انتان مثل سمشیر دلبد اسلاید اول براتون تشریح کردم عمل میکنه. دلیلش ممکن است مال ابزوربشن یا سوی هاضمه باشه. جاردیا داره طفلک. جاردیا در به صورت حاد سبب اسهال حاد و به صورت مزمن سبب سوی هاضمه میشه. امای غشای مخاطی اما را لش میسازه، مواد غذایی جذب نمیشه. عدم تحمل لکتوز، انزیم لکتیز وجود نداره، لکتوز جذب نمیشه از طریق شیر مادر و این موضوع سبب اسهال و در درازمدت سبب سوی تغذیه میشه. سیلیاک دیزیز، حساسیت به مقابل پروتئین های گلوتن و همچنان انسستینل تی بی، سیستیک فایبروزیس، تمام از اینها در جمله آفات است که سبب سوی هاضمه یا زمینه را مخاطر سوی هاضمه و سوی جذب مساعد سازند. موضوع بعدی بعد از تعریف و بعد از شناسایی اسباب، موضوع تصنیف مالنوتریشن است. مالنوتریشن به اساس کاتگوری های مختلف تصنیف شده. مثلا بیسیک گروپینگ یا تصنیف اساسی استانتینگ، ویستینگ و اندرویت است که در سلاید بعدی براتون در جدول مقایسه‌ای تشریح میکنم. تصنیف دوم تصنیف WHO هست که چارت های استاندارد WHO وجود داره که در تای از او ابتدا طفل به اصطلاح وزن میشه و بعد از او قدش اندازه گیری میشه، سپس قد و وزنش تناسب یا به اصطلاح همخوانیش کوردینیشن از اونها جایی که با هم دیگه تقاطع میکنه او را میسنجه که در گراف براتون گفتم منفی دو ایستی تا منفی سه ایستی نشان دهنده سوی تغذیه متوسط هست، مثبت دو ایستی تا مثبت سه ایستی یعنی اگر رنج به طرف بالا بره نشان دهنده اوورویت است، اضافه وزن است، و اگر از منفی سه ایستی یا سه انحراف استاندارد پایین تر از حد مطلوب گراف با هم دیگه تقاطع بکنه، گراف وزن و قد طفل در صورت سوی تغذیه حاد و شدید یا سیویر اکیوت مالنوتریشن گفته میشه. یکی هم تصنیف کلینیکی هست از نظر کلینیکی، مثلا مرزموس طفلکی که پوست استخوان باشه یا سیویر ویزیبل وستینگ داشته باشه ما او را مرزموس میگیم. کواشیورکور طفلکی که ذوب عضلی شدید داشته باشه، سبکوتانیوس فاتش به اصطلاح یا شحم تحت الجلدیش کاملا به اصطلاح ضعف شده باشه و به عوض از او آب تجمع کرده باشه او را ما شما کواشیورکور میگیم. یعنی دیگه طفلک پندیده معلوم میشه، شوگر بی بیز چاق معلوم میشه در حالی که طفلک سوی تغذیه است. و شکل سومش مخلوط است، طفلک مثلا کواشیورکور است مرزمیک میشه یا مرزمیک کواشیورکور میگه به او شکل. خب در بیسیک گروپینگ براتون گفتم یک حالت استانتینگ است، یک حالت ویستینگ است و یکی هم حالت اندرویت است. تعبیر از اینها چیز استانتینگ به حالت میگه که قد طفل نظر به وزنش کم باشه یا پایین باشه. خب اگر و قد طفل نظر به سنش، قد طفل نظر به سنش یا هایت فار ایج طفل پایین باشه یا کوتاه باشه، این نشان دهنده چیز نشان دهنده مالنوتریشن مزمن است. یعنی حادثه در یک روز دو روز یا یک هفته و دو هفته اتفاق نمیافته. قد مثلا معیار است که باید طفلک یک پاتولوژی ثابت و دامدار داشته باشه تا او کوتاه باقی بمانه. از این خاطر اگر قد طفل نظر به عمرش کوتاه باقی میمانه نشان دهنده مالنوتریشن مزمن است، باید اسباب مزمن را جستجو شود. طفلک حتما با فقدان مواد غذایی به صورت دامدار یا با یک مریضی مزمن مواجه است. یک حالت ویستینگ است، اگر وزن طفل نظر به قدش پایین بیاید
انال وزن میتونه که به صورت حاد هم پایین بیاید برعکس قد. از این خاطر ایده به نام اکیوت مالنوتریشن یا سوی تغذیه حاد یاد میکنه که در نتیجه کمبودات مواد غذایی و یا مریضی اخیری ایجاد میشه. خب من یک مثال میگم که بفهمین چطور قد میتونه نظر به چطور میتونه وزن نظر به قد به سرعت پایین بیاید. قد زود پایین نمیه، حتی اگر طفلک آب بدن خود را ضایع هم بسازه یا چندین روز سال شود دیهایدریشن شدید پیدا بکنه، قد طفل زود تغییر نمیکنه، اما روی وزن طفل اثر داره. بخاطر اینکه مایع وزن داره و طفلکی که مثلا مایعات بدن خود را از دست بده یا از خاطر مریضی مواد غذایی جذب نکنه، روی وزن طفل به سرعت میتونه اثر گذار باشه حتی در یک هفته اول. حالت سیو من در ویت است یا پایین وزن بودن، پایین بودن وزن طفل از نظر به نرمال و ای به مقایسه وزن طفل نظر به عمر سنجیده میشه. اگر وزن طفل نظر به عمرش کم شوه، ای نشان دهنده سوی تغذیه حاد و سوی تغذیه مزمن به صورت مخلوط یا به صورت کمباین هست. تصنیف بندی تصنیف IEP یا Indian Academy of Pediatrics است که در این تصنیف وزن 100% طفل را به اصطلاح معیار قرار داده، وزن نظر به عمر سنجیده میشه. اگر یک طفلک را شما مد نظر بگیرین، به طور مثال من یک مثال براتون میگم، یک طفلک به استاندارد جهان باید 10 کیلو وزن داشته باشه. خوب دقت بکنین، یک طفلکی که به طور مثال 2 ساله باشه، مثال میگم به شما، طفلک 2 ساله هست، استاندارد جهانی چیست که طفل 2 ساله باید 10 کیلو وزن داشته باشه. اینال در معیار IEP ای را چی وقت نرمال، چی وقت سوی تغذیه درجه 1 تا سوی تغذیه درجه 4 بگوییم. نرمال زمان است که طفلک وزن متوقعش نظر به وزن فعلیش تقریبا بالاتر از 80% باشه. مثلا طفل ما وزن میکنیم 10 کیلو هست، در حالی که این طفلک باید 12 کیلو میبید، 100%ش میشه 12 کیلو، 10 کیلوش میشه تقریبا 80% وزنش. یعنی اگر 12 کیلو باشه 100% وزن خود را داره. اگر 2 کیلو کمتر شد میرسه به 80% وزن متوقع. اگر به طور مثال 3 کیلو کمتر شوه میرسه به 70% وزن متوقع، 4 کیلو کمتر شوه به 60% وزن متوقع، و به می ترتیب اگر 5 کیلو نظر به حالت نرمال، یعنی طفلکی که وزن استاندارد و 100%ش 12 کیلو باید باشه، او اگر 6 کیلو شوه یا 6 کیلو پایین بیه، این طفلک دیگه نظر به وزن متوقعش کمتر از 50% وزن متوقع خود را نداره. بنان در تصنیف IEP وزن طفل به تناسب به اصطلاح عمرش سنجیده میشه که بالاتر از 80% نرمال هست. هر طفلی که وزن فعلیش نظر به وزن متوقعش که ما شما به اساس فرمول یا به اساس جداول او را به اصطلاح دریافت میکنیم، مقایسهش میکنیم که از وزن فعلیش با وزن متوقع چقدر تفاوت داره، بعدش این فیصدی ها را ما شما از معیارات IEP میتونیم استخراج بکنیم. تصنیف بعدی age independent indices to diagnose of malnutrition under nutrition است. معیارات است که زیادتر به عمر طفل ارتباط نداره. یکی معمول ترینش یا عمومی ترینش تعیین موک است. از قسمت اولیکرانون تا قسمت اکرومیون شما بازی طفل به 2 حصه تقسیم میکنین و با استفاده از شکیر تپ یا فیته که به نام شکیر مثلا مشهور هست یا شکیر میتود، شما به این شکل قسمت متوسط بازوی طفل را تعیین میکنید. اینجا ما 3 رنگ داریم در شکیر میتود، بدون در نظر داشت ایزی که ما مثلا حروفش را بفهمیم که چند سانتی نرمال است، چند سانتی در سرحد سوی تغذیه است و چند سانتی مثلا سوی تغذیه حاد شدید است، کافی شما رنگ ها را مثلا ببینید و بعد از اون بگین که سوی تغذیه داره. یعنی اگر در بالاتر از 12.5 سانتی قرار بگیره، معمولا در رنگ آبی برابر میشه، در رنگ سبز، طفلک سوی تغذیه نداره. اگر در خط زرد قرار گرفت، بین 11.5 تا 12.5 قرار گرفت، باردر لاین است، یعنی سرحد است، کوچکتر از 11.5 سانتی متر در بین یک طفلکی که 6 ماه تا 5 سال باشه سوی تغذیه گفته میشه. یکی هم بنگل تست است که یک حلقه در حدود 11.5 سانتی متری با قسمت مثلا آرنج طفل داخل میشه. اگر به طرف بالا رفت، یعنی که قدر از 11.5 سانتی پایین تر هست. اگر بالا نرفت، دوسرا سوی تغذیه طفل سوی تغذیه نداره. و یکم 3 سکین فولد تکنس است که توسط از او التواط جلدی در قسمت های مختلف، خصوصا در قسمت ترایسپس
در نزد اطفال تایید میشه. در اکثریت اطفال، البته منظور ما این اطفال زیر 5 سال هست، اگر تکنس یا زخامت التهابات جلدی 10 میلیمتر یا بالاتر از 10 میلیمتر باشد، طفل سوء تغذیه نداره. پایین‌تر از 10 میلیمتر مصابه سوء تغذیه هست طفل. و هم در سلاید شماره 16 شیوه تعیین موک یا مید اپر آرم سرکنفرنسیس یک تفلک است که ما به خاطر ارزیابی سوی تغذی در اطفال 6 ماه تا 5 سال او را انجام میتیم. از این تفلک در حدود 2.5 هست، یعنی جایی که خطوط وکتور به او اشاره کرده این تفلک سوی تغذی داره. صرفا اگر به حروفش هم ما شما توجه نکنیم، اما رنگ سرخش ما را نشان میده که تفلک سم یا سویر اکیوت ملنوتریشن داره. کلینیکال پرزنتیشنز یا تظاهرات کلینیکی کدام ها هست؟ ما از نظر کلینیکی گفتیم 3 رقم داره: مرزموز، گواشورکور و شکل مختلطش. خود مرزمیک تایپ در نتیجه خراب شدن آنی وضعیت یک طفل به وجود میاد. یعنی یک طفل که قبلا هم چندان صحت خوب نداشت از نظر غذایی، حالا اگر به او انتان یا نرسیدن مواد غذایی که ما شما او را فاقگی میکیم، این دو مشکل دیگه سرش علاوه شود، تفلک ویزیبل ویستنگ یا ذوب عضلی شدید پیدا میکنه. و دلیل ذوب عضلی شدیدش از بین رفتن شحم تحت الجلدی و همچنان زایش شدن عضلات قسمت های بسیار برجسته، مثلا ساق، قسمت های زانو، قسمت بازو و قسمت سورین هست. چرا این کار صورت میگیره؟ به طفل کالوری کافی نمیرسه. وقتی کالوری کافی نرسید، بدن طفل از طریق تخریب پروتئین ها خصوصا عضلات انرژی باقی مانده خود را تامین میکنه که در ظرف کوتاه مدت طفلک را پوست و استخوان میسازه. بنابراین ویزیبل ویستینگ یا ذوب عضلی شدید در قسمت هایی که کتلات عضلی متبرز است، دونو قسمت ها علامت بسیار برجسته مرزموس است. خب یکی سیویر ویزیبل ویستینگ یا ذوب عضلی شدید است که در قسمت های ساق، در قسمت های ران، در قسمت سورین و در قسمت بازو میتونین اونها را جستجو بکنین. دوم منکی فیز است، وقتی که بوکل پد یا قسمت های رخسار ذوب عضلی پیدا بکنه یا شحمی ناحیه به اصطلاح به مصرف برسه، طفل یک چهره بسیار چهره پیرانه یا کهنسالان را به خود میگیره که به نام منکی فیس یا وجه شادیمانند نیز اطلاق میشه. دیگه علامت بگی پنت هست، اگر شما در قسمت سورین طفل جایی که دوج کتلی عضلیش ضعف شده باشد دقت بکنین، مثل خلطه جوالی، چون شبیه به خلطه جوالی تظاهر یا اپیرانس میده، از این خاطر به نام بگی پنس میگه. در قد جلد ناحیه بسیار چملک میشه و شما جلد ناحیه بچک یا سرینه میتونین به آسانی بالا و پایین یا از یک طرف به طرف دیگه بکشانین. هر چند این تفلک های مرزموز ذوب عضلی شدید داشته باشه، اما از نظر سطح شعوری بسیار الرت یا بیدار هستند، اشتهای خوب می داشته باشه و هیچ وقت عزیمات اطفال قابل دید یا قابل مشاهده نیست. شکل دوم شکل کواشیرکور است که زیادتر در اطفال 1 تا 4 سال دیده میشه، برعکس شکل قبلی که دوج ویزیبل وستینگ یا ذوب عضلی بسیار متبرز بود. در اطفال پتینگ ادما خیلی زیاد برجسته است. پتینگ ادما باختری برش اطلاق میشه که اگر شما قسمت پشت پای طفل یا دورسال اسپیدس و قسمت انتریر تبیال را فشار بتین به صورت دو طرفه، اثر انگشتتون در قسمت ادیموی باقی میمونه. این اطفال هر چند که بسیار هلتی یا صحتمند یا شوگر بی بی به نظر میرسه، این اطفال شوگر بی بی یا اطفال صحتمند و شحمی نه، بلکه جایی که باید شحمیات وجود داشته باشه توسط آب پرگردیده. هرچند وزنشان خیلی زیاد پایین هست، اما به نسبت تجمع مقدار اضافی و پاتولوژیک آب این اطفال ممکن است وزنشان بیشتر هم باشه. جنرال اپیرنس شو براتون گفتم، در به صورت کلی اطفال چاق به نظر میرسه، بسیار فرد یا فربه معلوم میشه، در حالی که چاقی یا فربه بودنش از خاطر شحم نه، بلکه از خاطر تجمع آب است. و دما جزء لاینفکش است حتما وجود داره. شما میتونین در دورسال اسپیدس و در انتریر تیبیال را به صورت پتینگ معاینه بکنین. مسل وستینگ داره اما ظاهرا مشاهده نمیشه، بخاطر اینکه ذوب عضلی که جای از اون آب گرفته باشه به درستی ما دو طفل او را چک یا ماینه کرده نمیتونیم. اما یک
علامی بسیار مهم داره مسل ویستینگ در اطفال که مثلا به شکل کواشورکور باشه و وی است که این اطفال از خاطر ذوب عضلی شدید که جایش مثلا آب گرفته بسیار ضعیف هستند، هایپوتونیک هستند و استاد شده و راه رفته نمیتونه. مسئله دیگه در اطفال کواشورکور تغییرات پوستی هست که واقعا قابل ملاحظه هست. این اطفال افزایش تصبغات یا افزایش تغییرات رنگ، پوستریزی در جلد و بالاخره تغییرات مختلفه در سطح جلد خود می داشته باشه. این تغییرات هایپر پیگمنتیشن یا تغییرات که بعض قسمت ها پر رنگ بعض کم رنگ دیده میشه زیادتر منظره فلکی پینت درماتایتیس داره. فلکی پینت چی را میگه؟ در بعض دیوارها اگر شما دقت کرده باشین وقتی که رنگ صورت میگیره او دیوار رنگ را درست نمیگیره، رنگ برجسته میشه، جدا میشه، کنده میشه، به اصطلاح کرک رکت یا چروکیده و ترکیده معلوم میشه. تظاهرات پوستی اطفال مصاب کواشورکور نیز به صورت فلکی پینت درماتایتیس معلوم میشه. بعضی اوقات به صورت همزمان در کل جاهای یک نواخت است و بعضی اوقات به صورت لکه های جداگانه مثل جاهایی که مثلا سرک های ترافیکی توسط علائم سفید و سرخ یا توسط سفید و سیاه رنگ میشه، به اون شکل یک قسمت سالم یک قسمت حاوی تغییرات پوستی قابل دید یا قابل ملاحظه هست. چون جلد ضعیف میشه از خاطر عدم موجودیت مقدار کافی زینک، ویتامین ای و سایر ویتامین ها و پروتئین ها و مینرال ها، پروسه التهابی در وجود شروع میشه. شما میتونید تغییرات جلدی را به صورت پتک یا به صورت تفلسات یا پوستریزی و حتی به صورت قرحات نیز مشاهده بکنید. و بعضی اوقات اینمی تغییرات هایپر پیگمنتیشن، هایپو پیگمنتیشن، پوستریزی ها و تفلسات به صورت سوختگی در نزد طفل معلوم میشه. احتمال میشه که شاید جلد طفل سوخته باشه. میوکس ممبران لیژنز، تغییرات در غشای مخاطی نیز به وجود میاد. در سطح غشای مخاطی طفل نیز سیستم عافیتی طفل بسیار ضعیف است. ما شما زبان طفل آتروفیک یا لشن میشه، طفل شیلوزیس پیدا میکنه، زبان التهابی میشه، انگولار استروماتایتیس پیدا میکنه، کنارهای لبهای طفل به اصطلاح چروک و ترکیدگی پیدا میکنه و یک تعداد امتحاناتی که محدود یا منحصر به جلد هستند مثلا هرپس سیمپلکس استروماتایتیس، اینها میتونه که به صورت متکرر در اطفال سبب تظاهرات کلینیکی هم مرض مربوطه شود. و ای هم در سلاید شماره 21 فلکی پین درماتایتیس یا تغییرات جلدی که در اینجا بعض قسمت ها را کم رنگ یا هایپو پیگمنت، بعض قسمت ها را پر رنگ یا هایپر پیگمنت و در بعض قسمت ها جلد کنده و پوستریزی ها دیده میشه مثل یک فلکی پینت، مثل یک رنگی که از سطح جدا مثلا جدا شده باشه به اون شکل دیده میشه. از این خاطر ایده به نام فلکی پین درماتایتیس یاد میکنه. تغییراتی که در قسمت موهای اطفال کواشورکور به وجود میاد نیز قابل ملاحظه هست. موها اکثرا رنگ و قوام و به اصطلاح مو جلایش خود را از دست میده، مجعد میشه، چنگ چنگی میشه و این زیادتر در قسمت اکسیپیتال متبرز است و بعضی اوقات موهای خود را اطفال کاملا از دست هم میده و به آسانی شکنند است. منتال چینج یا تغییرات روانی، برعکس اطفال مرزموس که از نظر منتال خوب بودن، یعنی همه بیدار هستن، الرت هستن و همه اشتیاق خوب داشتن، این اطفال بسیار ناخوش به اصطلاح بی‌علاقه و مخرش است و اکثرا گریان کرده و به اصطلاح در حالت نارامی به سر میبرن. خب هیچ گونه علائمی که مثلا گرسنگی طفل نشان بده، یعنی با وجودی که گریه میکنه گریهش از خاطر غذا نیست، کم غذایی هم میداشته باشه، بی اشتهایی هم میداشته باشه، برعکس شکل مرزموز که طفلک هم آرام است، هم بیدار است و هم مثلا بسیار گرسنه هست، اگر غذا برش بشه با آسانی طفلک رو نوشجان میکنه. از نظر نیورولوژیکال تغییرات نیورولوژیک هم در اطفال به وجود میآید، اما خوشبختانه این تغییرات قابل برگشت است بعد از اینکه سوی تغذیه طفل تداوی شد. در مرحله آخر اهتمامات سوی تغذیه میتونیم طفلک را ریکاور یا ریهابیلیتیت بسازیم. تغییراتی که در جهاز هاضمی هست، طفلک بی اشتها هست، بعض اوقات استفراغات میتاشه باشه، از خاطر شل بودن عضلات جدا رو بد نشان برجسته میشه، ابدومینال دیستنشن پیدا میکنه. اکثر اوقات اکثریتشان از خاطر آتروفی زغابات خود مایی اسهالات میداشته باشه، یعنی مواد غذاییشان درست جذب نمیشه.
و پی ایچشان اسیدی هست. طبعا وقتی که اسیدهای صفراوی نبیایه مواد غذایی درست جذب نشوه پی ایچ اسیدی است و این پی ایچ اسیدی دیگه هم به اصطلاح دیپر درماتایتیس یا شاریدگی های نواحی تناسلی و مداخله انتانات ثانوی را بیشتر تر میسازه. دی اطفال حتما کم خونی وجود داره، هم مغز و استخوان ضعیف است، هم دریافت کم است، هم جذب صورت نمیگیره و اکثر این اطفال سوی تغذیه ببخشن اکثر اطفال کمخونی شدید می داشت باشه، یعنی هموگلوبین خونشان 6 گرام فی دیسی لیتر نیز پایین می آید. تغییراتی که در سیستم قلبی وعایی هست، این اطفال از خاطر عدم تامین کافی دوران خون، جلد سرد، خاصف و بعض اوقات اگر سی آر تی یا کپلری ریفیلینگ تایم بشه تعیین بکنیم، یعنی شما قسمت ازدغان استرنوم شه فشار بتین یا بستر ناسخون شه تا پرفیوژن محیطی را دو ارزیابی بکنین، سی آر تی تان طولانی هست، یعنی ظاهرا بعد از 5 ثانیه فشار دادن خون باید به سرعت برگرده و ناحیه که سفید شده بود سرخ شود، در حالی که در اطفال سی آر تی طولانی هست که دلالت به اختلال سیستم قلبی وعایی میکنه. در قسمت رینال فانکشن تست هم فیلتریشن گلومیرولی و جریان پلازما در کلیه ها مختل میشه، مواد اساسی دوباره بازجذب نمیشه و موادی که باید اطراح شوه و اطراح نمیشه و این میتونه که در دراز مدت سبب رینال فلهم نیز شوه در اطفال. تشخیص تفریقی بین دو شکل کلینیکی بسیار مهم است از نظر کلینیکی، در شکل مرزموس و کواشیرکور. یکی وقات است، کدام یکی از اینها زیاد دیده میشه؟ بیشترین واقع مرزموس است نظر به کواشیرکور. یک، در هر دو حالت وزن طفل کم میشه، اما در شکل مرزموس وزن طفل نهایت کم است، پایینتر از 60% وزن متوقع خود را میداشته باشه. در اینجا اطفال با وجودی که کم وزن است، اما به نسبت تجمع آب اضافی وزن شاید کم باشه، شاید نرمال باشه، شاید به خاطر تجمع آب اضافی وزن بیشتر نیز داشته باشه. در شکل مرزموس هیچ وقت اوزیما دیده نمیشه، در شکل کواشیرکور جزء لای انفکش است. از نظر فعالیت شکل مرزموس طفلک اکتیو و الرت است، فعال و بیدار است، در اینجا بی‌علاقه و طفلک بسیار نارام و خفه است. از نظر اپیتایت در شکل مرزموس اشتهای بسیار خوب دارد، در حال که اطفال کواشیرکور اشتهای خراب دارد، به اشتها می باشد. وجهشان طفلک مرزموس از خاطر ذوب بوکل فت یا شحم رخسار مثل کهنسالان یا منکی فیس مشاهده میشه، در حالی که شکل کواشیرکور به نسبت تجمع آب پفی مون فیس یا وجه مهتابی داره. زخامه کبد در شکل مرزموس کمتر تر دیده میشه، در شکل کواشیرکور به نسبت تجمع اسیدهای شحمی یا فتی انفیلتریشن هپاتومیگلی تثبیت میشه. در شکل مرزموس ما تغییرات موها نداریم، در حالی که در شکل کواشیرکور تغییرات موها مثل جلد مشاهده میشه. مرزموس معمولا جلد سالم داره، این سیستم معافیتی تا اندازه کار میکنه، در حالی که در شکل کواشیرکور گفتیم فلکی پینت درماتایتیس مشاهده میشه. مورتالیتی و سطح وفیات مرزموس کمتر است نظر به کواشیرکور و سطح وفیات کواشیرکور بالاتر هست، بخاطر از اینکه جلد جمع سوی تغذی هر دویش خیلی زیاد طفلک را به انتان پرون می سازد. انتانات مرزموس جلد سالم داره، بنان کمتر جلد و غشای مخاطیش سالم هست، کمتر به انتانات مروز است، در حالی که کواشیرکور جلد و غشای مخاطی هر دو متضرر بود، بنان بیشترتر به انتانات مروز است. و از نظر ریکاوری اطفال مصاب مرزموس که انرژی کافی برش برسه به سرعت بهبودی کسب میکنه در ظرف چند هفته، در حالی که اطفال مصاب کواشیرکور ممکن است یک ماه دو ماه و شاید بیشترتر وقت نیاز داشته باشه تا ریکاور شود. و ای هم دو تا تصویرش شما می تظاهرات را یک و یک میتونین در اطفال تصویر بکنین. اختلالات سوی تغذیه حاد و شدید چیز هایپوترمی هست. هایپوترمی از خاطر جلد عدم موجودیت شحم تحت الجلدی، عدم موجودیت پایین بودن بیزل متابولوکریت، نبود انرژی کافی تا حرارت تولید بکنند، تمام از اینها میتونند دلیل هایپوترمی باشند. بعض اوقات هایپوترمیز، بعض اوقات هایپرترمیز. اگر تفلک سیستم معافیتی خوب داشته باشه ممکن است به نسبت مداخله انتانات هایپرترمی یا تب نیز داشته باشه، اما بیشتر اوقات ما هایپوترمی دریافت میکنیم. هایپوگلایسیمی، در ذخایر گلایکوژن به مصرف رسیده، انرژی به اندازه کافی انتیک وجود نداره و در نتیجه این اطفال از خاطر هایپوترمی نیز هایپوترمی،
هایپوترمی انفکشن و هایپوگلیسیمی همیشه به صورت سه پایه واقع میشه. هارت فیلر یا اطفال را گفتیم کم خونی هست و وقتی که هموگلوبین 6 گرم فی دیسی لیتر پایین بیاید آستا آستا سر قلب فشار رو میاید. علاوه از کم خونی انتانات هم میتونه که سبب هارت فیلر شوه و اگر طفل امراض زمینه‌ای قلبی مثل تترالوژی فلوت CHF و سایر موارد داشته باشه او نیز طفل به طرف هارت فیلر میبره. انتانات سیستم های مختلف از انتانات تنفسی و هضمی و جلد گرفته تا انتانات قسمت های مختلف را میتونه وجود داشته باشه یا در نتیجه اختلالاتی و به وجود بیاید. این مریضا ویتامین ای دفیشینسی کاملا مشهود است در اطفال مصاب سوء تغذیه حاد و شدید که علائم کمبود ویتامین ای را ما میتونیم در چشم های طفل مشاهده بکنیم. سویر امینمیا یا کمخونی شدید و این کمخونی شدید ما در اطفال زمانی میگیم که از 6 گرم فی دیسیلیتر ایچ بیشان پایین بیاید و بالاخره درماتوزیس یا تغییرات جلدی که به صورت هایپو پیگمنتیشن، هایپر پیگمنتیشن، دسکوامیشنز یا سکین پیلینگ، تفلسات جلدی و بالاخره السریشن یا ایجاد قرحات بود او را براتان یادآوری کردم. خب ما طفلک مصاب سوء تغذیه را چطور ایوالویت یا چطور ارزیابی بکنیم؟ اول در قسمت تاریخچه، همیشه در تاریخچه دنبال علائم خطر و علائم مثلا عاجل باید باشیم. recent intake of food and fluid، اخیرا کدام مواد غذایی و کدام مایعات را مصرف رسانده تا ما مثلا از نظر اسباب پی ببریم که آیا اسبابش کمبود مواد غذایی و مایعات است یا زیای از این فاکتورها. usual diet before the current illness، معمولا یه طفل از کدام غذاها استفاده میکرد تا بفهمیم که این غذاها نوتریشنال ولیو یا ارزش غذایی داشتن یا نداشتن و به اندازه کافی به طفل رسیده یا نه و همچنان نظافت یا سنیتیشنش هم. طفلک بریست فیدینگ شده یا نشده؟ اطفالی که بریست فیدینگ میشه چانس کمتر به سوی تغذیه داره، ولی بعضی اوقات طفلک های بریست فیدینگ به طرف سوی تغذیه میره که در صورت شیر مادر به اندازه کافی نبوده که طفل مثلا توسط او سیر شود. آیا شیر مادر دریافت میکنه یا نمیکنه؟ duration of frequency of diarrhea and vomiting، اگر اسهال استفراغ داشته باشه دفعاتش چقدر؟ تا ما توسط از او شدت دیهایدریشن و رفتن طفل به طرف شاک ارزیابی بکنیم. نوع اسهال، اسهال حاد و آبکی است یا خونی است، هر یکیش اسباب مختلفی داره. اشتهای طفل بسیار مهم است. ما طفل را بستر میکنیم تا شیر دریافت بکنه، شیر بخوره، در حالی که اگر اشتها نداشته باشه این خودش یکی از اختلالات سوء تغذیه است، چالش است به اصطلاح. فیمیلی سرکمستانسز و برث ویت، وقایعی که در خانه اتفاق میافته، مثلا تعداد اولادها، شیوه تولد اولادها، تولدات به وقت بوده یا به وقت بوده و همچنان برث ویت یا وزن زمان تولد اطفال، سرفه‌ای که بیشتر از 2 هفته دوام کرده باشد، تماس با مریضای مصاب توبرکلوز، مریضای مصاب میزلز، شواهد اچ آی وی اگر شک وجود داشته به او یا تثبیت شده باشد، تمام از اینها را ما در تاریخچه باید دریافت بکنیم. در معاینات فیزیکی اولا طفلک باید دیده شود که در شاک نره. سه تا سه پایه هایپوترمی، هایپوگلیسیمی و انفکشنز همیشه در نزد اطفال سوء تغذیه وجود داره که طفلک بسیار زود به شاک و بالاخره به طرف مرگ میبره. علائمش لترژیک یا بی‌حالی طفل، یا در صورتی که اصلا طفل شور نداشته باشه، دستای پای طفل بسیار سرد باشه، سلو کپیلری ریفیلینگ تایم داشته باشه، اونمو پرشدن دوباره اویه شیریش چک میکنیم، در ظرف کمتر از 2 ثانیه در اطفال نرمال سرخ میشه ساحه، در حالی که در اطفال برگشت خون بیشتر از 3 سکنده در بر میگره. والیوم یا نبضشان بسیار ضعیف باشه یا فشار خونشان تنقیس کرده باشه، تمام از اینها دلالت و علائم شاک یا تقریبا نیر شاک میکنه. ساینز اف دیهایدریشن، سیویر پالمر پیلر و بایلیترال پیدنما را تثبیت بکنید. علائم دیهایدریشن را از قسمت فانتانیل، چشمهای طفل، غشای مخاطی طفل، فرو رفتگی چشمها، تست اشتها و کشش جلدی ایشان میتونه حس بزنه. سویر پالمر پیلر، خصافت شدید کف دست. کف دست طفل نوزاد را با کف دست خود مقایسه بکنیم، ببینیم که تا چی اندازه سفید است. همچنان بایلیترال پیدل پیتنگ یا وزایمای دو طرفه پاها را هم در قسمت پشت پا و هم در قسمت انتریر تبیا باید تثبیت بکنیم. تغییرات کمبود ویتامین ای خصوصا در چشم ها که قرنیه خشک میشه، نرم میشه، کراتوملاسیا پیدا میکنه و بعضی اوقات نقاط تباشیری رنگ پیدا میکنه. تمام از اینها خشک شدن بعضی اوقات سبب تخریش توسط اجسام خارجی و بالاخره حتی قرحه هم میشه. پس درای کانجکتیوا یا قرنیه خشک، بتوسپارت یا لکه های تباشیری رنگ،
قرحاتی که در قرنیه ایجاد می شود و بالاخره نرمی خود قرنیه، تمام از اینها علائم فقدان ویتامین ای است که حتما باید این مریضا تثبیت شود. اطفالی که فقدان ویتامین ای داشته باشند زیادتر تمایل داره که چشمه های خود را ببنده بخاطر از اینکه فوتوفوبیک است، از نور ترس می داشته باشد. و وقتی شما چشم طفل معاینه میکنین به خاطر دیتچمنت و به خاطر ربچت باید بسیار با آهستگی و بسیار به صورت نرمی و انعطاف پذیری معاینه شود. خب علاوه از مواردی که قبلا یادآوری شد، باید دنبال علائم موضعی انتانات نیز باشیم، مثلا انتانات گوش، انتانات گلو، انتاناتی که در سطح جلد وجود داشته باشه، انتانات تنفسی، علائمی که دلالت به انتان اچ آی وی میکنه، مثلا ریکرنت انفکشنز، اورال ترش، زخامه عقدات لیمفاوی و سایر مواردش. طفلک که تب و یا هایپوترمی داشته باشه، هر دویش، تبش از 37 تا 45 بالا باشه که خیلی کم دیده میشه در اطفال، مگر اینکه سیستم معافیتیش کمی خوب باشه، و در اکثریت اطفال ما هایپوترمی پیدا میکنیم. درجه ریکتالش از 35.5 درجه پایین میه. قرحات جوف دهن، کونومو شیلوزز، انگولر استومایتایتیس و تغییراتی که در سطح جلد و غشای مخاطی به صورت ویزیکولر ایجاد میشه اونها را باید دریافت بکنیم. تغییرات پوستی به صورت هایپرپیگمنتیشن، هایپرپیگمنتیشن، دیسکویمیشن، آلسریشن و لیژن های ثانوی که به صورت اگزودیتیف یا به صورت قیهی به وجود می آید در نتیجه انتان ثانوی، تمام از اینها را باید در جلد دریافت بکنیم. و ضرور است که طفلکی که ما شما مثلا ارزیابی و بعدش بستر میکنیم یک تست اشتها هم شود. اگر اشتها خوب باشه خیلی علامه خوب است خوشبختانه، اگر اشتها خراب باشه وزنگیری طفل و تداوی اختلالات طفل اکثرا به چالش مواجه میشه و باید از طریق انترال و پرنترال برش رضا تدبیق شد. تصویر سلاید شماره 30 هست، روش بایلترال پیدل اودما در قسمت دورسال سپیدس. با شما نشان داده شده که 5 ثانیه شما فشار میتین، بعد از اون رها میسازین و اثر انگشتتون در هر دو طرف پا باقی میمانه. سلاید شماره 31 مقایسه طفل کواشیرکور و مرزموس است که بارزترین علامتش یکی سیویر ویزیبل ویستینگ است در مرزموس، ذوب شدید عضلی و نداشتن تغییرات برجسته جلدی، بیدار بودن طفل. این سه علامه را شما میتونید حتی از نظر ظاهری هم ببینید. و از مریض کواشرکوریا در شماره A یکی طفلک شوگر بی بیست چاق است، در حالی که چاقیش از خاطر شحم تحت الجودی و چاقی واقعی نبوده، تجمع اوزیما هست، تغییرات پوستی و اپاتیک بودن و نارام بودن و گریان بودن طفل، اینها را میتونید مقایسه بکنید. سلاید شماره 32 فلکی پین درماتایتیس را نشان میده، پوست ریزی ها و تفلسات جلدی که مثل یک جلد سوختگی به اصطلاح معلوم میشه هر وقت که این هایپوپیگمنتیشن و هایپرپیگمنتیشن تفلس بده و بعد از انتان ثانوی مداخله بکنه، وقتی که جلد را آسیب دیده میبینه، این منظره های فلکی پین درماتایتیس در صورت قابل دید و قابل مشاهده است در اطفال. و در قسمت ایوالویشن یا در ارزیابی بازوی سوم، بازوی اول تاریخچه بود، بازوی دوم معاینات فیزیکی بود که می دیدیم و چک می کردیم، و بازوی سوم معاینات لابراتوری هست. حتما به خاطر هایپوگلیسمی سویه قند خون طفل باید چک شود که اگر 54 میلی گرم فی دی سی لیتر پایین بود هایپوگلیسمی تان به سرعت باید تداوی شود، یا اورال یا از طریق انجیوتیوب یا از طریق واریدی. بلاد سمیر به خاطر پارازیت مالاریا، همچنان هموگلوبینش به خاطر ارزیابی شدت کمخونی چک میکنیم. اگر کمتر از 6 میلی گرم فی دی سی لیتر باشه دیگه هیچ اختلاط نداشته باشه ما دوام میتیم، ولی اگر کمتر از 6 میلی گرم باشه که توام با اختلاطات باشه، اختلاطات قلبی و کلیوی و پوستی و غیره، دوسره در 6 میلی گرم هم تطبیق خون استتباب داره. کشت ادرار و هم کشت خون، کشت مواد غایته و معاینه مواد غایته بخاطر انتانات پرازیتیک و باکتری، رادیوگرافی صدر بخاطر دریافت شواهد CHF و نمونیا از هر سببی که باشه، و یک تست جلدی بخاطر توبرکلوز است که متاسفانه یا بدبختانه اطفال سوی تغذی سیستم معافیتی ضعیف داره و اسکن تست یا مونتاکس تست درست نتیجه هم نمیده. خب منیجمنت اطفال مصاب سوی تغذی احاد شدید چیست؟ بخاطر ازی که ما یک طفلک سوی تغذی احاد و شدید را درست منیجمنت یا به اصطلاح اهتماماتش را برگزار بکنیم، ما سه استپ را مد نظر میگیریم. یکی اینیشیل تریتمنت، تداوی اولیه هست. در تداوی اولیه نکته اساسی است که طفل را که ما بستر کردیم باید اول اختلالاتش تداوی شود. اینیشیل تریتمنت به ما یادآوری میکنه که در استپ اول ما
باید اختلالات طفل چی کنیم؟ امو لایف تریتنینگ پرابلمز یا کامپلیکیشن طفل را شناسایی و او را تداوی بکنیم. و همچنان فقدان های اساسی که مثلا طفل داشته باشه او را تکاپو بکنیم. اختلالات متابولیک مثل هایپوگلیسیمی که هم در جمله اختلالات است او را باید اصلاح بسازیم و به طفل شیر F75 یا F100 که F75 قند بیشترتر و F100 پروتین بیشترتر داره ای شروع میشه. فاز دوم مرحله ریهابلیتیشن است. مرحله ریهابلیتیشن منظور اساسی در اینجا است که طفلک را وقتی به فاز دو یا به فاز توانیابی مثلا ما و شما داخل کردیم، در این مرحله طفل امو وزن از دست رفته خود را باید دوباره کسب بکنه. مثلا اگر مرزموس باشه وزن از دست رفته را روزانه باید کسب بکنه در نتیجه افزایش دفعات تغذی و مقدار تغذی، و اگر طفلک کواشورکور باشه در اینجا باید اوزایمه شانسته است از 4 مثبت، 3 مثبت، 2 مثبت، 1 مثبت و بالاخره مکمل اوزایمه از بین بره و بعد از او وزنگیری طفل تعقیب شد که یکم وقت بیشتر در نظر بسلام میگیره. و در این مرحله، در مرحله ریهابلیتیشن، علاوه از اینکه به طفل شیر داده میشه که از نظر پروتینی که بخاطر وزنگیری یا کچاپ گروت طفل بسیار مهم است، او را دریافت میکنه. طفل از نظر احساسی و از نظر فیزیکی در یک اتاقی که حاوی بازیچه‌ها، رنگ‌های مختلف و غیره بوده، وارد اتاق هم میشه روزانه 2-3 مرتبه. تا طفلک از نظر ایموشنال اونم اپاتیک یا بی‌علاقگی که پیدا کرده بود و بی‌علاقگی طفل نیست آسته آسته برطرف شود. و دمی اسنا هست که ما و شما مادر را نیست ترین میکنیم که چیگونه است طفلش همین مراقبت ها را در خانه نیست انجام بده و به خاطر مرخص کردن طفل آمادگی میگیریم که یعنی اوزایمو نداشته باشه، انتاناتش کاملا تداوی شده باشه، اختلالات مرفوع شده باشه و طفل کاملا اشتها داشته باشه. بعد از اون فالو اپ، بعد از اینکه تصمیم گرفتیم طفلک را دیسچارج بکنیم، باید اینمی کارهایی را که ما شما در شفاخانه انجام میدادیم از نظر فیزیکی، از نظر روحی و روانی، اینمی همکاری ها را مادر باید همراه طفلش در خانه نیز انجام بده و پلان دیسچارج را طور طرح بسازیم که بعض وقت ما در شفاخانه خیلی زیاد زحمت میکشیم، طفلک از سوی تغذی مثلا خارج میشه، اختلالات یا کامپلیکیشناش کلش تداوی میشه، اما مادر همکار نیست، در قصه طفل نمیشه، دوباره طفل از پیش سوی تغذی میشه. بخاطر جلوگیری از این کار باید طفلک در روزهای اول بعد از دیسچارج، هفته اول، هفته دوم، یک ماه بعد، سه ماه بعد، شش ماه بعد و بالاخره سال دو مرتبه دوباره پیش دکتر آورده شود تا دیده شود که طفلک مراقبت درست در خانه از طرف مادر دریافت میکنه و یا خیر. خب درس ما در این قسمت به پایان رسید. تا درس بعدی خدا نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.